با درود مجدد، مهمان بعدی من رو تا یک دقیقه دیگه باهاشون صحبت میکنم، اما اجازه بدید که یک نکته ای رو بگم. داشتم نگاه میکردم به آرم برنامه خودم و دیدم چقدر تصویر این آقای پوتین هست و مثل اینکه این آقای پوتین این روزها در بسیاری از جاها که هست در برنامه منم به شدت وجود داره، این آقای پوتین. مهمان بعدی من آقای دکتر مجید محمدی هستن. آقای محمدی عزیز، واقعا داشتم نگاه میکردم دیدم که خود ما که برنامه‌ای که ساختیم چقدر تصویر پوتین رو گذاشتیم. این روزها مثل اینکه پوتین همه جا هست. درود به شما. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خب آقای پوتین خیلی خبرساز بوده در طی یکی دو سال گذشته، در انواع انتخابات تلاش کردن که نقش بازی کنن در خاورمیانه. امروز آقای پوتین حضور جدی داره، با بالاخص با جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیکی داره. شاید در طول 4 سال گذشته حدود 10 مرتبه فقط آقای پوتین با آقای روحانی یا حضوری ملاقات داشته یا تلفنی صحبت کرده. خب فرد خبرسازی است، طبعا در برنامه شما هم بیشتر دیده میشه دیگه. بله بله، به هر حال این آقای پوتینه که شاید در بسیاری از مواقع، در بسیاری از سیاست ها داره حرف اول رو میزنه و هنوز سایه آقای پوتین از سر آقای ترامپ و انتخابات آمریکا کم نشده و همینطور دوستان دیگه ای داره. بگذاریم، به هر حال چه میشه کرد دیگه، سیاسته. سیاست هم میگن پدر و مادر نداره، اتفاقا هم پدر داره هم مادر داره و خیال میکنم یکی از پدرهاش همین آقای پوتین باشه که سیاست داره. آقای دکتر محمدی عزیز، اولا بهتون تبریک میگم برای کتاب تازه‌ای که منتشر کردید و من مقدارش خوندم، هنوز تمامش نکردم، برای اینکه ماشاءالله قطوره، یعنی باید وقت زیادی گذاشت با این گرفتاری هایی که هست در مورد تلویزیون. بهتون تبریک میگم. اما مقالات متعددی از شما میخونم، به ویژه در رادیو فردا، که راجع به بسیاری از مسائل روز صحبت میکنید. از جمله دیدم که در مورد ترور آقای سعید کلیمیان، مالک و بنیانگذار تلویزیون جم که یکی از پرخرجترین تلویزیون ها بوده و هست و اینها، و بعد اعلام کردن که در سربستان قاتلینش رو دستگیر کردن، در این باره چی میفرمایید؟ ببینید، ما اطلاع چندانی از این که چه کسانی مرتکب این قتل شدند و با چه انگیزه های این کار را انجام دادن اطلاع چندانی نداریم، چون دولت ترکیه، پلیس ترکیه در واقع باید این اطلاعات رو در اختیار افراد بگذاره. اون چه که من در اون مطلب نوشته بودم نوع واکنش دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بود به این ترور، که این واکنش یک واکنش عادی نیست. معمولا در این گونه رخدادها خبرگزاری ها، سایت های خبری در چند خط خبر رو میدن، مثل اینکه آقای سعید کریمیان در ترکیه ترور شده، همراهش یک فرد کویتی بوده، 27 گلوله به ایشون شلیک شده. اینا خبرهایی است که منابع رسمی در ترکیه اعلام کردن. بعد هم خب در مورد بقیه جزئیاتش معمولا منابع خبری، اونایی که کار خبری میکنن، کار تبلیغاتی نمیکنن، کار امنیتی نمیکنن، میگن که منتظر خواهیم بود ببینیم که جزئیاتش رو دولت ترکیه آشکار بکنه یا مقامات قضایی ترکیه آشکار کنن، ما در اختیار شما اطلاعات بعدی رو خواهیم گذاشت. این واکنش عادی رسانه‌های خبری است. اما در جمهوری اسلامی، من چند ساعتی بعد از خبر این ترور، وقتی خبرگزاری فارس، تسنیم، تابناک و سایت‌های خبری مختلف رو مرور می‌کردم، دیدم که نه، اینها دارن یه کار دیگه ای انجام میدن، کار خبری انجام نمیدن. چند رگه در این مطالب این سایت ها وجود داشت که این یک کمکی قضیه رو تردید آمیز میکنه، نقش جمهوری اسلامی رو در این ترور. چون توجه داشته باشید که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی کاملا هماهنگ با دستگاه های امنیتیش کار میکنه. اصولا تلویزیون جمهوری اسلامی رو بخش قابل توجهیش نیروهای امنیتی هستن که تلویزیون رو میگردونن، رادیو رو میگردونن. خبرگزاری های تسنیم و فارس اصولا خبرگزاری های امنیتی هستن، چون اینها با تحت نظر سپاه پاسداران کار میکنن.
تابناک هم زیر نظر آقای محسن رضایی است که کاملا دستش با نیروهای امنیتی توی یک کاسه هست. اینها بعد از خبر ترور، تنها چند ساعت بعد از خبر ترور، مطالب نسبتا مفصلی داشتن در مورد ترور آقای کریمیان، مطالبی که گاه مثلا تا 1000-1200 کلمه بود. یک کسی که بعدم ساعتها ساعت شب بود، یک کسی که کارمند کشیک هست در این خبرگزاری ها، بعید هست که در ساعات پایانی شب یک باره بتونه مثلا یک مطلب 1000-1200 کلمه ای راجع به مطلب تحلیلی خبری راجع به یک خبری که دو ساعت قبل منتشر شده بنویسه و این رو سریعا پست کنه در این سایت های خبری. مشخص بود که پرونده خاصی از آقای کریمیان در اختیار این کسانی که توی این سایت ها کار میکنن گذاشته شده. پرداخته بود این گروه مطالب پرداخته بودن به سناریوهای مختلف برای اینکه جمهوری اسلامی رو مبرا کنن. گویی از پیش قرار هست که حالا یا پلیس ترکیه یا مخالفان جمهوری اسلامی رو متهم کنند. اینها تلاششون بر این بود که این اتهامات رو از روی جمهوری اسلامی، اونم چند ساعت بعد از واقعه، اتهامات رو بردارن. سناریو سازی های مختلفی رو اینها عرضه می کردن. یک این که اختلافات مالی درونی بوده، همش ظن و گمان. یعنی شما وقتی که از یک موضوعی اطلاع ندارید، خب طبعا خیلی صادقانش این است که بگید که نه، اطلاعی وجود نداره در این مورد، در مورد انگیزه قتل. یک بخشش این بود که اینا اختلافات مالی درونی بوده بین اینها. خیلی غریب هست در روابط تجاری، معمولا شما اگر از کسی طلب دارید، فردی رو که بهش طلب دارید او رو از بین نمیبرید، چون راه وصول طلبتون رو از بین میبره. خیلی سناریوی عجیب و غریبی است. یه سناریوی دیگه هم در مورد مجاهدین خلق بود. عکسی رو بازسازی کرده بودن، عکس آقای کریمیان رو جای کسی دیگری گذاشته بودن در دیداری که یه عده با خانم رجبی داشتن. آقای کریمیان رو به مجاهدین خلق ربط داده بودن و بعد هم یک مرحله بعد سناریو سازی این بود که مجاهدین خلق به دلیل اینکه آقای کریمیان به حرفاشون گوش نمیداده، او رو ترور کردن. مجموعاً خبرسازی ها و سناریو سازی هایی که در این دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی انجام شد، در چیزی حدود 6-7 ساعت بعد از خبر ترور آقای کریمیان، به نظر غیر عادی میاد. من هنوز معتقد هستم که ما اطلاعات کافی برای اینکه ببینیم انگیزه قتل چی بوده، چه کسانی قتل رو مرتکب شدن، اطلاعات کافی در اختیار نداریم. اما از نوع برخورد رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، اینها واقعا رسانه نیستن، اینها دستگاه امنیت تبلیغاتی هستن، از نوع برخورد اینها کاملا روشن هست که جمهوری اسلامی حالا یا به دلیل ترورهای سابقش داره این اتهام رو از خودش بر میداره، یا اینکه اینها واقعا نقشی دارن، تلاش میکنن که دستشون رو بشوین در این ماجرا. یک نکته دیگری هم که در این مجموعه باید در نظر گرفت، اعلام خبر مربوط به زندانهای غیابی بود برای آقای کریمیان، خانم گوگوش، آقای نیکاهنگ کوثر و خیلی دیگر از فعالان سیاسی در خارج کشور. این رو روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرد، شاید حدود مثلا چند هفته قبل از این ماجرا. در رسانه‌های جمهوری اسلامی هم معمولا در مورد کسانی که تلویزیون‌های ماهواره‌ای رو اداره می‌کنند، اینها از نظر جمهوری اسلامی محدور و دم هستن، این فتواهاش داده شده که باید اینها رو از بین برد. این که حالا عمل نمیشه به مصلحت جمهوری اسلامی نمیدونه. الان بیان مثلا در امریکا کسانی رو که برخی از این شبکه‌های تلویزیونی رو اداره میکنن یا منابع مالیشو تامین میکنن، اینها رو ترور کنن، چون فکر میکنن که به روابط خارجیشون خدشه‌ای وارد میشه، مسئله براشون. اگر نمیکنند علل دیگری داره، ولی واقعا از لحاظ ایدئولوژیک و فقهی اینها تمام اداره کنندگان شبکه‌های ماهواره‌ای رو محدور و دم میدونن. باز هم از این نمیشه نتیجه گرفت که این حتما کار ماشین سرکوب و ترور جمهوری اسلامی هست، اما قرائنی رو در اختیار افراد قرار میده که هم انگیزش در میان مقامات وجود داره، هم اینها ماشینش و ابزارهای ترور رو در اختیار دارن، و هم از نوع واکنششون این تردید به وجود میاد که چرا باید، اگر دزدی در خیابان صورت گرفته، چرا یک نفر باید بلند شه بگه من نبودم، باید عادی برخورد کنه و بگه که آقا این خبر اتفاق افتاده و
منتظر خواهیم بود ببینیم که مقامات مسئول در این مورد چه خواهند گفت. ممنونم آقای دکتر عزیز. اولا در این مدتی که برنامه داشتین من حدود 27 تا تکس داشتم از بینندگان عزیزمون که یا به برنامه مربوط میشد که در برنامه راجبش صحبت شده بود، و اجازه بدید که یک دونش رو براتون بخونم و جوابی داشته باشم. و از اتاق کنترل خواهش میکنم اگر تلفن استودیو رو هم بگذارن ممنون میشم، به خاطر این تکسی که اخیراً برام آمد که نوشتن: سلام آقای کاردان، چرا برنامه جالب ساعت 6:30 تا 8 را که این همه مخاطب داشت به روز انداختید؟ چند علامت سوال گذاشتن جلوش. ترس از گرفتن تلفن و انتقاد ساعت ترس از تلفن گرفتن و انتقاد ساعت برنامه را عوض کردید که یه نفر تلفن زد یا نه. اولا تلفن های تلویزیون همیشه روی همه بازه و هم تکس ها و هم ایمیل ها و هم تلفن ها و مرتب با مردم در تماسیم. این برنامه رو ما به صبح انداختیم برای خاطر زمان ایران، برای اینکه برنامه های شبانه ما وقت بسیار خوبی است برای داخل آمریکا و بسیاری از نقاط دیگه. این تغییر ساعاتی که در جهان هست همیشه دست و بال ما رو گرفته و همیشه برنامه ها رو سعی میکنیم با تکرارش در ساعاتی پخش بکنیم که بتونن تعداد بیشتری از هموطنانمون که این روزها در سراسر دنیا هستن بتونن استفاده بکنن. آقای دکتر محمدی عزیز، ببخشید من برنامه رو قطع کردم، برای اینکه توضیح باید میدادم که چرا ما موکول کردیم به صبح، برای اینکه الان وقت بهتری است و همین الان هم تعداد زیادی همین الان که من اعلام کردم روی خط هستن که من به موقع باشون صحبت خواهم کرد. فکر میکنین که اجازه بدین که ازتون این سوال بکنم که واقعا مقامات جمهوری اسلامی حساسیت زیادی روی تلویزیون های خارج از کشور دارن؟ آقای دکتر صدا من شنیدین؟ بله بله صدا شما میشنوم. بله من میخوام بپرسم که مقامات جمهوری اسلامی حساسیت زیادی رو تلویزیون‌های خارج از کشور دارن ماهواره‌ای؟ بله بله حساسیتشون بسیار بالا هست. علتش هم مشخص هست. در طی یکی دو دهه گذشته مخاطبان رادیو تلویزیون دولتی به چیزی در حدود 20 تا 30 درصد جمعیت کشور رسیده. بخش قابل توجهی از مردم اصولا پیچ تلویزیون داخل رو باز نمی‌کنن یا به رادیوی داخلی گوش نمیدن، چون نه جذابیتی داره، نه سرگرم کننده هست، نه اخبار رو به درستی منتقل می‌کنه. مردم متوجه شدن که اینها دستگاه‌های تبلیغاتی هستن، دستگاه‌های امنیتی هستن و کارهای دیگری رو انجام میدن، هزینه‌هاش رو از بودجه کشور می‌پردازن. متأسفانه همین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سالانه چیزی در حدود 1 میلیارد دلار هزینه‌اش هست، هزینه هاش از جیب مردم پرداخت میشه. اما تلویزیون آقای خامنه ای است، یعنی بوق تبلیغاتی آقای خامنه ای و دوستان هست، اینها برای مردم کار نمی کنن. خب طبعا حساسیت اینها نسبت به رسانه های رقیب که کارکردهای مختلفی دارن، برخیشون خبررسانی میکنن، برخیشون تفریحی ان، بخششون جنبه های آموزشی دارن، بخششون جنبه های مذهبی دارن، مطابق مذهب هایی که مستقل از دولت در هست در ایران. خب اینها چیزهایی است که جمهوری اسلامی اصولا از ابتدا نمیخواسته که کسی اینها رو ببینه. یک حکومت تمامیت خواهه که فقط میخواد صدای مقامات در اون کشور شنیده بشه. طبعا نسبت به این رسانه ها حساسیت دارن، پارازیت میفرستن، مرتبا بشقاب ها رو جمع میکنن. در مورد اینترنت چیزی در حدود 5 تا 6 میلیون سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده. سانسور کتاب و روزنامه ها و اینها هم که سر جای خودش هست. مرتب هم افراد رو بازداشت میکنن، میگیرن روزنامه نگارها رو به زندان. این یه ماشینی است که 4 دهه است ایجاد شده و هر روز در یک کار جدیدی است. ممنونم. اجازه بدید با یکی از خطوط صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب کاردان درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. درود فراوان بر جناب دکتر محمدی. تازه من دیروز دریافت کردم که چرا اینقدر من به ایشون علاقه مندم. به صحبت های ایشون رزومه شونه که خوندن، ایشون هم
اندرگراجویت از دانشگاه ما گراجویت شدن، دانشگاه پهلوی، همینه که صحبتاشون خیلی قرص و درسته. هرچند خدمت شما، فقط یکی از عاملای تلفن دارم سلام خدمت ایشون بکنم. موضوع دیگه، من متاسفم برای این اتفاقی که در افغانستان افتاد، واقعا دلخراشه و هرچی فکر میکنم مقایسه میکنم با بمبگذاری در لبنان و عربستان، یک جور طراحی شده. حالا احتمالا دولت‌های خارجی میتونن اینو پیدا کنن ببینن عامل اساسی این بمبگذاری مثل هم هست چی بوده. قسمت دیگه میخوام وقتونه بگیرم اینه که در مناظره آقای رئیس جمهور و آقای شهردار تعویض منزل بود. اگه شما به خاطر داشته باشید، موقعی که صدامو گرفتن، خونه صدامو گرفتن، زیر کانکریت خونهش میلیاردها دلار پول قایم کرده بود. احتمالاً این دوتا آقا اطلاع دارن که کی بیشتر گرفته و کی کمتر گرفته، وگرنه در مناظره مگه خونه از طلا درست شده؟ به جز اینکه در زیر خونه حتماً پولای هنگفت نفت ملت صغیر و بدبخت و گرسنه و کارتون خواب و قبر خواب باشه دیگه، به غیر از این من چیز دیگه نمیدونم. مرسی از برنامه خوب. خواهش میکنم، تشکر از لطفتون، مرسی قربان. در این باره چی میفرمایید آقای دکتر؟ اولا شما فارغ التحصیل دانشگاه پهلوی هستید؟ بله بله، من فارغ التحصیل دانشگاه پهلوی که بعداً به دانشگاه شیراز تغییر نام پیدا کرد، دانشگاه شیراز رفتم. شهر شیراز رو بسیار دوست دارم. دانشگاه بسیار خوبی بود، منتها بعد از انقلاب مثل همه نهادهای جدید مورد تخریب قرار گرفت از سوی حکومت. بسیاری از با رفتارهایی که شد، متاسفانه این دانشگاه هم مثل بسیاری از نهادهای محکمی که در ایران تأسیس شده بود در دوران پهلوی، این دانشگاه هم مورد هجوم قرار گرفت و متاسفانه ضعیف‌تر شد نسبت به گذشته. اما این نکته هم هست که در ایران دانشگاه فقط دانشگاه شیراز نیست، دانشگاه دیگر هم هستند، اونها هم فعالیت داشتن، اونها هم فارغ التحصیلان خوبی رو دادن و این دیدگاه خیلی من دیدگاه خودشیفته‌ای نسبت به دانشگاه شیراز ندارم، گرچه شیراز و دانشگاه شیراز رو بسیار دوست دارم. اما در مورد بمبگذاری، تا این ساعت طالبان انکار کرده، این مسئولیت بمبگذاری رو بر عهده نگرفته و متاسفانه در طول سالهای اخیر روابط میان جمهوری اسلامی و گروه‌های ضد دولتی در افغانستان بسیار تحکیم شده، روابط بسیار نزدیکی دارن، بخش از بمب‌هاشون رو جمهوری اسلامی تأمین می‌کنه. در هر آشوبی که شما در منطقه خاورمیانه میبینید، متاسفانه دست سپاه قدس، دست جمهوری اسلامی به نحوی درش دیده میشه. حالا این بمبگذاری خاص رو زوده در موردش قضاوت کردن، اما در گذشته این بمب‌های کنار جاده‌ای رو بخشش رو جمهوری اسلامی هم در عراق هم در افغانستان جمهوری اسلامی تامین کرده، هم به طالبان کمک کرده. مقامات طالبان قبلا در ایران بودند، در دوره‌هایی از منابع دولت جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. آقای حکمتیار که خودش یکی از جدی‌ترین مخالفان مسلح دولت افغانستان بوده، دوره‌ای رو در ایران بود، تحت حمایت سپاه پاسداران بود. متأسفانه دست جمهوری اسلامی رو شما در بسیاری از این خونریزی‌ها به شکل تاریخی اگر نگاه بکنیم، حالا این مورد خاص رو عرض می‌کنم، هنوز اطلاعات جزئیش منتشر نشده، ولی دست جمهوری اسلامی رو در این وقایع کاملاً میشه دید. در مورد نکته دیگری هم که ایشون گفتن در مورد خانه ها، امروز من فکر نمی کنم دیگه آقای روحانی، آقای رئیسی، آقای خامنه ای پول ها رو در زیر خانه هاشون دفن کنن. علت چی هست که تمام نهادهای کشور دستشونه، بانک ها، اصلا بخشی از بانک های کشور مال آقای خامنه ای است، بهشون تعلق داره، بانک ها در اختیار این هاست، منابعشون، اصولا منابع بانک ها منابع خود این هاست. کشور رو وقتی که میگن ما نائب امام زمان هستیم، همه کشور رو مال خودشون میدونن، تمام زمین ها، انفال، معادن، منابع، همه اینها رو، چون اینها رو متعلق به امام زمان میدونن و نائب امام زمان هستن،
اینا رو مال خودشون میدن. این بحثایی هم که در مورد فساد و اینها میشه، اینا رو ما مطرح میکنیم. ما معتقدیم که اینها منابع عمومی است. از منظر روحانیت اینا همه به خودشون تعلق داره. اگر دستی هم میزنن به اموال خودشون اینها معتقدن که دارن دست میزنن. غیر از اون با برخی از کشورهای اروپایی هم روابط مثبت دارن. در فقط در یک گزارشی که حدود 3-4 سال قبل در مورد بانک‌های سوئیس منتشر شد، شهروندانی که ایرانی بودند چیزی در حدود 1.5 میلیارد دلار پول در یکی از بانک‌های سوئیس داشتند. اینها در جای مختلف دنیا حساب دارن، منتقل می‌کنن. ضرورتی خیلی وجود نداره که اینها پولا رو در زیر خونه‌هاشون دفن کنن. بله، و این آقای صدام حسین بود که توی دیوار خونش و زیر خونش پول پنهان میکرد و شاید به خاطر اینکه احساس میکرد که برای گروهی باید پول کش بده دستشون، اینا لزومی نداره. یک نکته ای رو شما فرمودین برای من جالب بود که در این فسادی که انجام شد گفتین که خودشون سر خودشون کلاه میگذارن، یعنی یک جوری بین خودشون رقابت فساد هست، اینطوره؟ ببینید، این اتهاماتی که به همدیگه میزنن اینها عمدتاً در رقابت‌های سیاسیه، وگرنه شما اگر به نظریه ولایت فقیه نگاه بکنید، ولی فقیه نائب امام زمان هست. امام زمان صاحب تمام ممالک اسلامی است از نگاه شیعه. بنابراین تمام منابع عمومی ایران به امام زمان و نائبانش تعلق داره. اگر اینها به منابع عمومی دست درازی می کنند، از منظر یک فقیه شیعه اگر نگاه بکنید، اینها همه رو مال خودشون می دونند. اینها رو فساد نمی دونند، منتها جرأت نمی کنند بیان در منظر عمومی این نظریه ها رو ابراز کنند. وگرنه واقعیت مطلب، چرا باید یک گروهی به اسم روحانیت شیعه و نزدیکانشون یک مملکتی رو تاراج کنند؟ با چه توجیهی این کار قابل انجامه؟ اینا که مدعیان ما نماز میخونیم در ملک قصبی نمیشه نماز خوند، اینا که مدعی هستن که یه لقمه حرام شما اگر بخورید تا نسلها بعد تأثیراتش رو روی چندین نسل خودتون میگذارید، با این تئوری ها چرا تب یک مملکتی رو تاراج کردن؟ علتش این است که اینا رو مال خودشون میدونن این منابع رو. ممنونم از لطف محبتتون و متاسفم که وقت برنامه ما فقط 2 دقیقه دیگه بیشتر نیست و تعداد زیادی از دوستان اونم روی خط هستن که در برنامه آینده سعی میکنم که از همون اوائل برنامه تلفن ها رو باز بکنیم. بهتون قول میدم و گله نکنین از طریق تکست که با دوستانمون صحبت نکردیم. اجازه بدید یک نکته رو بگم. من بسیار خوشحال میشم، هم من و فکر میکنم هم مهمانان گرامی من، که با دوستانمون، با هموطنانمون، با عزیزانمون در داخل ایران صحبت بکنیم، چون بیشتر از همه اونها برای ما مطرحن و اگر در چنین ساعتی برنامه رو میگذارم فقط برای اینه که تعداد بیشتری از هموطنانمون در داخل ایران بتونن برنامه ها رو ببینن، بتونن یک ارتباطی با ما داشته باشن، بتونن همونطوری که آقای دکتر محمدی گفتن یک واقعیتی از زمینه خبرهای درست در و مسائل رو بتونیم باشون مطرح بکنیم. آقای دکتر محمدی عزیز، خیال میکنم با تمام سختگیری هایی که جمهوری اسلامی داره در مورد تلویزیون های خارج از کشور، تلویزیون های ماهواره‌ای مثل جمع کردن دیش ها و اینترنت ضعیف و غیره میکنه، ما هر روز ده ها تلفن از داخل ایران داریم که برنامه ها رو میبینن و این روزها دیگه نمیشه دوله مملکتی دیوار کشید که ارتباط زمان جوانی ما میگفتن که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مثلا رادیو فقط تا همون مرزش میشه گرفت. حالا دیگه از این کارا نمیشه کرد. عذر میخوام از دوستایی که روی خط هستن، اگر اجازه بدید نه دیگه وقتی نداریم، باید دیگه بله من با شما بدرود بگم. اگر پیامی دارید بر آخر برنامه ممنون میشم که صدای گرمتون رو بشنویم. آقای دکتر محمدی، من فقط تشکر میکنم که من رو دعوت کردید. ممنونم و من ممنونم از شما که در برنامه ما شرکت میکنید. ممنونم از دوستانمون در تلویزیون
و همینطور ممنونم از شما و شرمنده هم از دوستانی که روی خط هستن، برای که برنامه رو باید تمام بکنیم. شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم، با امید دیدار در برنامه های آینده.